توی برگه ی آتوفیل و فایل ورک بوک رو تو انترینگ دیتا هستیم. میخوایم این بالا ماه ها رو بنویسیم. ویژگی آتوفیل به همون اجازه میده ماه های سال روزهای هفته یا یک سری چیزهای دیگر رو سریع وارد کنیم. فرض کنین میخوام ژانویه رو بنویسم. تایپش میکنم. قبل از تموم کردنش میرم سراغ گوشه پایین سمت راست همون سلول. بهش میگن فیلهنده. نشانگر موس تبدیل میشه به یک به علاوه باریک. موقعی که شد کلیک چپ موس رو نگه میدارم و میکشم راست. پاپاپ پا زیرش رو ببینید. چیزی که قرار وارد سلول بشه رو نشون مارس، آوریل، می، جوان. بعد هم کلیک چپ رو ول کنیم. همش وارد شد. شاید بعدا بخوایم همینا رو اینجا هم بنویسیم. توی همین برگه توی سلول A6 میخوام همینا رو وارد کنم و بقیه یه جنبه هاش رو بررسی کنم. اول اینکه با هر ماهی میشه شروع کرد. مثلا از مارس. معمولا از این ماه شروع نمی کنیم. این دفعه می کشم سمت پایین ببینیم چی میشه. آوریل، می، جوان. اگه پایین تر بیام به دسامبر هم میرسم و بعد دوباره از ژانویه شروع میشه. اینجوری چه پایین بکشین چه راست ماه های سال پشت هم ردیف میشن. بعدی و بعدی و بعدی. گاهی وقتها به ندرت برعکسش عمل میکنین با هر ماهی میشه شروع کرد مثلا آورید این دفعه برعکس میکشم اینم ماهای قبلی رو وارد میکنه مارس و فوریه ایناهاش بازم ترتیبشون همونه از اختصار هم میشه استفاده کرد اما باید سه حرفی باشه معمولا همیشه با ژانویه شروع میکنیم ج. ای رو وارد میکنم نوشتم گوشش رو میگیرم و روی چند تا سلول میکشم تا ببینم چی میشه. سمت راست هم میتونم بکشم باز همین اتفاق میفته. نمیخوام این داده ها رو نگه دارم پس کنترل زد رو میزنم یعنی آندو. کارم آندو میشه. پس اینجا چند بار باید پشت سر هم کنترل و زد رو بزنم تا همشون پاک بشن. داده ها رو هم میشه هایلایت کرد و بعدش دیدید زد. در مورد روزهای هفته هم همینطوره. یا کامل مینویسیم یا سه حرف اولش رو مینویسیم. مثلا نباید بنویسیم T U E S یا T H U R و چون اکسل نمیتونه اینا رو بشناسه همون رو تکرار میکنه بیاین ببینیم چی میشه احتمالا باید ستون دیر رو پهن‌تر کنیم بعدم بهش میرسیم پایین هم بکشیم همین اتفاق میفته گفتم اگه چهار حرف اول رو بنویسیم جواب نمیده همون حروف تکرار میشه این شکلی نه فقط اینا چیزهای دیگر رو هم میشه با این روش وارد کرد. هر موقع حرف Q رو به همراه عددی مثل یک یا دو یا سه یا چهار وارد کنیم، اکسل فکر میکنه نظرتون ربعه. اگه خیلی بکشین پایین از اول شروع میکنه، در مورد Q, تی، آر یا کوارتر هم همینطوره. اگه حرف رو با عددهایی مثل یک و دو سه ترکیب کنیم، همچین چیزایی رو میبینیم. این کار رو واسه تاریخ و زمان هم میشه انجام داد. اگه تاریخ بذارین مثلا این هفت ممیز، هشت ممیز، پونزده، اینتر رو بزنید، بعد از وارد کردنش گوشه پایین سمت راست رو به سمت پایین درک کنید. تاریخ بعدی ظاهر میشه. همینجوری تاریخ بعدی و بعدی و بعدی هم میاد. اگه بالا ببرین تاریخ های قبلی میاد. تکنیک های دیگه هم واسه استفاده از آتوفیل وجود داره. ازش استفاده بکنیم به درد بخوره و سریع با چند تا مثال دیدیم چطوری با آتوفیل میشه کار کرد و خیلی سریع ماهای سال روزای هفته یا تاریخ یا چیزهایی که ترتیب دارند رو وارد کرد